همزمان با 77مین سالگرد پیوستن افغانستان به سازمان ملل متحد، سخنگوی امارت اسلامی میگوید که به علت عدم به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی از سوی این سازمان، حکومت سرپرست در افغانستان مجبور به رعایت قانون سازمان ملل نیست. ذبیح الله مجاهد به تلو نیوز میگوید که پس از به رسمیت شناخته شدن هم تنها به مواردی که در تضاد با شریعت نباشند پابند خواهند ماند. امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته نشده، کدام التزامی در مقابل قوانین آنها ما نداریم. یک دومی که اگر زمان به رسمیت شناخته میشم، مشروط به این است که ما به تمام آن قوانین و نرم ها پابند نستیم که با شریعت اسلامی در تضاد قرار نداشته باشد. آقای مجاهد همچنان خواستار حضور نماینده امارت اسلامی در سازمان ملل است، مسئله ای که تا اینجای کار از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته نشده است. باید ما هم من حیث کشورهای دیگر عضویت هم داشته باشیم و حق مردم افغانستان در او سازمان باید داده شود، کرسی سپرده شود، موقف مقامی که داره برشان داده شود و قیودات و تحریم‌هایی که وضع شده باید برداشته شود. با این حال سرپرست کرسی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که در بیش از 4 دهه گذشته به مسائل صلح و ثبات، حقوق بشر و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در کشور کمتر توجه شده است. در شرایط حاضر نقش سازمان ملل متحد در قضیه افغانستان نقش محوری و اساسی است و یگانه دفتر مهمی که فعلا در افغانستان فعالیت داره سازمان ملل متحد است، هرچند فعالیت‌های ملل متحد بسیار محدود به رساندن کمک‌های بشری است. زمان آن فرا رسیده است که با اتخاذ یک سیاست عقلانی افغانستان به جامعه جهانی ادغام شود و به عنوان عضو مؤثر سازمان ملل تبدیل گردد. 77 سال پیش احمد حسین عزیز وزیر وقت افغانستان در 19 نوامبر سال 1946 میلادی منشور سازمان ملل متحد را در ایالات متحده آمریکا امضا کرد و بر بنیاد آن پرچم وقت افغانستان برای اولین بار در محوطه ساختمان سازمان ملل متحد برافراشته شد.